نشستین به برنامه کلگه و دارین نگاه میکنین. امیدوارم که هر جای دنیا هستین دلتون شاد باشه، لبتون خندون باشه، همیشه در زندگی شادی نصیب شما باشه. امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کردین یا شب خوبی رو آغاز کردین در ایران، هر جای دنیا هستین. امیدوارم که سلامتی کامل در نام خداوند داشته باشین. بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمتتون. خداوند عزیزم، شکر و سپاس باد نام پرفیض توی خداوند. حقیقتا شکرگزار و سپاسگزارم ای خداوند برای یک برنامه دیگر که خداوند میتونم نام تو رو جلال بدم. شکرت میکنم، افتخار میکنم که ای خداوند من خادم کوچک رو قبول کردی که بتونم پیام تو خداوند اعلام بکنم به هموطنان من و قلباشون آماده بکنی ای خداوند تا وقتی پیام تو میشنون ای پدر جان زندگیاشون عوض کنه پیام تو و بفهمن تو عیسی مسیح کیستی و بفهمن که ای خدای پدر تو خدایی هستی که پدر همه ما هستی. ای خداوند، خداوند افکار ما در دستای خودت بگیر. خداوند زبانم رو مست بکن، هر چیزی که از زبانم بیرون میاد نام قدوس تو رو جلال بده. ای خداوند برنامه من تحت کنترل و حمایت خودت بگیر. ای خداوند به خودت پیش ببریم برنامه رو. شکر میکنم در نام پر جلال عیسی مسیح طلبیدم، آمین. خب عزیزان شمالی، امیدوارم که خوب و سلامت باشین. تابستون تمن آبا برا جنهی الان ده دریا من نیم باشین، ولی هرچه مونن ایران گرمه ولی کار نرم کلن ده بارندگی بخصوص لایجون خیلی بارندگی. آقا بارون گیلون زمین بارون اینقدر نه که ده تو خسته بانی. به قول یه نفری میگفت که تو گیلان هر هفته هفت روز بارون میاد ولی یه روز هم چون همه چکه میکنه اونور میشه هشت روز. برای که اینقدر بارندگی زیاده توی یه چیز. امیدوارم که شمالی های عزیز نشستین به برنامه کلگه بو داریم میبینین. خب ما رو هم سپورت بکنین، لطفا ما رو سپورت بکنین. اگه این برنامه مفیده برای شما، اگه خوشتون میاد، شمالی هایی که غیرت داریم برای شمالی های دیگر ما رو سپورت بکنین. همه شمالی ها، همه ایران ما دوست داریم، عاشق همه ایرانیم. بذار شعر ما هم براتون بخونیم، شعری که برای عیسی مسیح میگیم و شما گوش میکنین، فیض ببرین از این شعرها. میگه فیض عشق عیسی در دلم پیدا شد، عشق و فیض عیسی در درونم آشکار شد. تا که فیض عشق عیسی اندرونم باز شد، فیض عشق عیسی با نوای ساز هم آواز شد. عشق فیض عیسی چون بماند در درون آدمی، نغمه های فیض با عیسی آمده پدید. فیض عشق عیسی چون عطای نو بود، فیض عشق عیسی یک جهان نور بود. جملگی با فیض عشق عیسی این جهان آباد شد، فیض عیسی در جهان آشکار شد. فیض عیسی بود محبت در میان دشمنان. فیض عیسی چون بود محبت در میان دشمنان، فیض عیسی بود پیدا شد در روی صلیب پیدا شد. فیض عیسی در روی صلیب پیدا شد. امیدوارم که خوشتون اومده بده جلال بر نام عیسی مسیح. چون این شعری که داشتم میخوندم چند جا عوض کرده بودم شعر رو، کلماتش عوض کردم، یه ذره این برانور رفت. به هر حال به خوبیتون ببخشید، شاعر نیستیم ولی خب شعرهایی که خدا به ما میده میگه. این شعرم یه ذره دستکاری کرده بودم به خاطر همون یه ذره موندم توش، ولی چون شعر برای خدا وقتی میگی خدا همون جوریش قبول داره. یعنی بچه کوچیک میمونه که شما پدر باشیم به بچه هاتونو بگین هر جور داری صحبت میکنی بچه خوشش، پدر مادر خوشش میاد.
یه چیز غلط هم میگه پدر مادر خوشش میاد، یه دونه بابا میگه پدر مادر دلش غندام میشه، درست یا نه؟ قبل از که درس ما رو آغاز بکنیم، شما میدونم که شما همه سازمان ملل و آقای روحانی که وقتی صحبت داشت میکرد گوش دادین، حالا دیگه از تلویزیون های خارجی یا از تلویزیون های دیگر که براتون ترجمه هم داشتن میکردن، به خصوص انگلیسی ها رو ترجمه میکردن، آقای روحانی هم داشت صحبت میکرد. حالا کاری به حضار نداریم، اونجا آدم نشسته بود یا ننشسته بود یا خیلی ها رفته بودن یا جا خالی بود، اصلا کاری به اینا نداریم. ولی آقای روحانی دیروز آبروی ما ایرانی ها رو برد، افتضاح کرد. یعنی نه از ملت ایران دفاع نکرد هیچی، بلکه از ملت فلسطین دفاع کرد. فلسطینی ها گفت بدبختن، بیچارن، نمیدونم جنگ زدن، ظلم میشه به فلسطینی ها. اصلا ایران میسی که این نماینده فلسطین بود اومد در سازمان ملل داشت صحبت میکرد. رئیس جمهور تو میگه از ایران اومدم، هرچی هم مال ایران نیستی، مال رژیم جمهوری اسلامی هستی، بعد میای میگی که از فلسطین دفاع میکنی، بعد میگی که ما صلح طلبیم. اگه شما صلح طلبین در لبنان چیکار میکنین؟ اگر شما صلح طلبین در سوریه چیکار میکنین؟ اگه شما صلح طلبین در یمن چیکار میکنین؟ اگه شما صلح طلبین چرا موشک میزنین به همسایه‌هاتون؟ اگه شما صلح طلبین تو عراق با الشعبی عراق چیکار دارین شما؟ کسی این صحبت، ببین دیروز وقتی این دایی صحبت میکرد، باور بکن خود ایرانی ها که داشتن میشنیدن میخندیدن، اینقدر دیگه میخندیدن این داشت حرفای افتضاح میزد، تمام خارجی ها اینا رو دیگه میشناسن. اینا آدم های دروغوی و درو و ریاکاری هستن که لنگشون پیدا نمیشه توی دنیا، فقط دروغ، ریاکاری، دست. آخه من نمیدونم چه میخوان اینا از جون ایران و از جون ملت ایران. آقا شما ایران دیگه تیک پاره کردین، آبروش بردین، بعدم میایم تو سازمان ملل عوضی که چه؟ بعدن میگه که امسال که تحریم شده میگه بالاترین اقتصاد ما امسال داشتیم. ملت ایران شما قبول میکنین؟ آقای روحانی درست میگه؟ بالاترین اقتصاد شما دارین الان تو ایران؟ دیروز هم دوباره تحریم های جدید، تمام سران حکومت نمیتونن بیان خارج از کشور، همه تحریم شدن. بانک مرکزی تحریم شد، اون تحریم شد، این تحریم شد. چقدر دروغ و ریاکاری. کار اسلام دروغ و ریاکاریه. اگه اینا یک ذره خدا رو میشناختن، باور بکنید یک ذره یا دروغ نمیگفتن. دروغ مثل نقل و نبات براشون، عاشق دروغ گویان. به 40 سال که دروغ و ریا و دزدی و کلک و آدمکشی و غارت پولای ملت ایران در دبی، من یادم رفت با یاسر جان بگم، دست یاسر جان در نکنه، امروز کارگردان برنامه منه، واقعا ممنونم ازش. یادم رفت بود در دبی فیلمو برداشته بودم که بدم به یاسر، یادم رفت فیلمو براتون پخش بکنن. در دبی 3 تا یخچال خونگی رو گرفتن خالی، توش پر پوله. توی سایدهای مجازی میبینین شما، دیدین، اونایی که ندیدن دارم براشون میگم. پر دلارای آمریکایی بود، پر برده بودن از رای دبی قاچاق بکنن ببرن، که مرز دبی تو فرودگاه دبی گرفتن اینا رو. بعد پولا رو داشت عربه نشون میداد، اینا رو میگفتن اینا همه ایرانی های، پولا رو همه رو تو یخچال زدن دوزی. چقدر اینا دزدی. آخه در این موقعی که تو تحریمی، پولای ملت همه داره
مردم نه پول بازنشستگی دارن میگیرن، نه حقوقشون رو خوب میگیرن، نه اجناس ارزون شده. تو باید پول تو یخچال میزنی میبری دزدی. آخه این دزدیا تا کی میخوای ادامه بدی؟ چی میخوایم بکنین این پولو؟ خدایش خدایش اگه این پولو بتونین سالم استفاده بکنین. همونایی که شما فرزندانتونن که این پولا رو دزدیدین بردین خارج، فکر کنین، فکر میکنین که اینا سالم زندگی میکنن، ولی در همین دنیا تقاضاشو میدین شما. شما فکر میکنین پول و خون ملت ایران رو بخورین به این سادگی میره؟ شما آدمایی میخواین، میدونی آدمایی مثل شما بی سواد باشن، فقط دزد باشن، دیگه هیچ چیز از هیچ چی خبر نداشته باشن. به قول دوستم میگفت که یه سریالی دارن درست میکنن به نام مولانا و شمس، که یاسر جان که بیشتر تو فیلمه باید اونا رو برای شما میگه حتما. میگن که آقای مکارم شیرازی نذاشت این فیلم درست بشه، میگفت حرامه، نمیدونم چی چی از این چرتیپ اینا رو من نمیدونم، اینا نمیدونم میبره توی مثلا انحراف میده از اسلام، زدی اسلام. در صورتی که مولانا کشور دیگر، من نمیدونم ترکیه است فکر کنم، میگه مولانا مال ماست، شمسی یه نفر دیگه میگه مال ماست، من نمیدونم، تمام شاعران ما رو میگن مال ما، کس دیگره، همه کشورها میگن مال ماست. بعد ما این دانشمندای به این خوبی، شاعرین به این خوبی، این با ارزش داریم؟ بعد یه فیلمی که میخوان اینا، آقا اینا آدمای بی سواد میخوان، اینا آدمای با سواد نمیخوان، که اینا تشخیص نمیدن چی به چیه، که فیلمی که اون مرد درست میکنه، اینا اصلا مرد مکارم شیرازی یا آخون چی میدونه آقا چی به چیه؟ آقا چی میفهمه؟ اینا فسیل شده های اسلامی هم، فسیل شده های این رژیم هم. همه فسیل. توی این چیز نگاه بکنید، توی این ده نفر شورای چی هست؟ یه شورای برای خودشون دارن، فقه اسلامی چی چرت و پرت نمیدونم، دیگه آدم یادش میره این چرت و پرت. مثلا اینا هستن که دارن مثلا برای مملکت شما دارن قانون میذارن، نمیدونم جلو اونی میگیرن، نمیذارن کار انجام بشه، نمیذارن ایران پیشرفت بکنه. اینا بیان حرف از ببین حرف نزنن بهتره تا حرف بزنن. باور بکنین، بعضیا میگن که یه نفر، یه آدمی که بی سواده، اگه یه جا ساکت باشه دارن همه حرف میزنن، میگن که اگه حرف نزنه خیلی شخصیتش بالاتره، تا وقتی سخنانش بیرون بیاد تازه میفهمن که این آدم چقدر بی سواده. این آخوندام همینجوری هن، حرف نزنن به نفعشونه. آخه مرده که تو مجبوری بیای تو سازمان میره اینقدر همه دروغ بگی، از اون اول دروغ تا آخر دروغ، تمام ملت دنیا تو رو شما رو میشناسن که شما این دروغ میگی. مردم ایران و همه اخلاقاشون رو خراب کردین، اعصاب مردم خرابه، مردم دیگه اصلا هیچ چیز رو دیگه واقعا ارزش قائل نیستن، نه در خانواده خودشون ارزش قائلن، نه در اجتماع ارزش قائلن، نه در سر کارشون ارزش قائلن، همش ریاکاری. آخه ریاکاری میشه زندگی کرد با ریاکاری؟ تا کی میخوایم ما یه مملکت خوب، یک ملت خوبی باشیم؟ باور بکنین ملت ایران، باور بکنین اینا تک تک شما رو کار دارن، با تک تک شما کار دارن، تک تک شما رو میخوان اذیت بکنن، آزار بدن، نابود بکنن، حتی ایران هم میخوان نابود بکنن. اصلا مهم نیست برایشون ایران چی، اصلا کیلوی چنده، اصلا ایران کیه، اینا فقط در فکر اینن که قلدری بکنن،
مثلا خامنه ای اونجا بشینه قلدوری بکنه، مردکی نمیدونه ماواره از در اصل تکنولوژی هن، همه چیز نشون میدن. از خلیج فارس موشک میزنه برای، یا از نزدیکای مرز عراق میزنه که بگه بابا الان دیگه ماواره است همه چی. حتی عربستان همه چی رو میدونه که اینا زدن، ولی مقامات امریکایی که رفتن گفتن اسناد معابدی ندادن با اینا، چرا نمیدن؟ برای اینکه نمیخوان با همسایه خودشون درگیر بشن، اصلا دوست ندارن با همسایه خودشون درگیر بشن. این جمهوری اسلامیه که میخواد با همه درگیر بشه، نمیخواد هیچ کس اصلا تمام همسایه ها. بعد اونجا اعلام میکنه ما میخواییم با همسایگان ما در صلح و صفا بسر ببریم. اگه در صلح صفا میخوای بسر ببری، چرا حمله میکنی آقا به تاسیسات نفتی؟ اصلا چرا حمله میکنی؟ تو چرا موشکاتو میدی به یمن که مثلا با عربستان بجنگه؟ چرا موشکاتو میدی به حزب الله لبنان که با اسرائیل بجنگه؟ چرا میدی الشعبی عراق چه به اون میدی که با طالبان تو داری تروریسته داری کمک مالی میدی، نمیدونم میاری توی ایران دعوت میکنی پذیرایشو میکنی؟ آخه یک ذره عقل و شعور خودتونو، یک ذره این عقل و شعورتونو باز کنین، خداییش یه ذره بذار مردم بفهمن که شما آدمین بابا. یه مملکتی که قرنای قرن تاریخ قدیمی داره، تاریخ سربلند داره، کوروش کبیر داره، داریوش داره، سلسله هخامنشیان داره بابا. آقا توی آخوند میای میری توی مثلا یه دونه توی سازمان ملل توی جای بین المللی صحبت میکنی، چرت پرت افتضاح صحبت میکنی، یا میای توی دولت تشکیل میدی داری در رابطه با گرفتاری اوضاع دولت داری صحبت میکنی، اونجا میگی حسین رفت کربلا، حسین نمیدونم رفت اینجا شهید شد، اسخر کش. آخه بابا من نمیدونم شما واقعا اصلا من واقعا شما میفهمین یعنی یه چیزایی میفهمین؟ هیچ چی نمیفهمین شما، هیچ چیزی نمیفهمین. خودتون رو مسخره کردین، ملت ایران رو مسخره کردین، ایران رو مسخره کردین در دنیا. آبروی همه رو دارین میبرین، کشور با اون خوبی، کشوری که پول داره، معدن داره، نمیدونم نفت داره، از نظر توریست میتونن میلیاردها دلار توریست برن ویزیت بکنن ایرانو در سال. بابا تمام این دبی همسایه ما همه شنزار صحراست، چه ساختمانهای فانتزی درست کرد، شهرک فانتزی درست کرد، همه چی رو درست کرد اونجا تو اون صحرا، میلیاردها دلار توریست میره اونجا، درآمد توریستی داره. مملکت که خداوند طبیعت زیبا داده، طبیعی، نه ما مصنوعی درست بکنیم، توی دبی مصنوعی درست کرده است. ما طبیعی، خدایی طبیعی داریم، یک کشوری که میتونن مردم بیان وزیت بکنن اونجا رو. آقا تا کی باید مردم از دست شما بکشن؟ چرا خجالت نمیکشین؟ چرا نمیزنین نمیرین؟ بابا گورتون رو گم بکنین دیگه، پولی که برداشتین، دزدی که کردین، 40 ساله که خوردین، برین دیگه بابا. کاری هم به شما ندارم، ملت فقط میخوام بفرمایی در باز بفرمایی برین، فقط هر چی هم پول برداشتین برای خودتون. بیزن ملت یه نفس راحتی بکشه بابا. توی ورزشگاه های دنیا که ببین، عربستان قانون حجاب اجباری رو برداشته، ما که یک مملکت به قول خودمون تاریخ دار و هخامنشی هستیم، ما الان اونجا اسلامی آوردیم زور میگن که حجاب بذارین، ورزشکار نمیذارن زنا برن تو ورزشکار نگاه بکنن. اولین کشور در دنیا که ورزشکار زن نمیتونه بره بازی های مردار ببینه. از چی آدم، از چی یک خوبی شما ندارین آدم وایسی برای یک خوبی شما اینجا وایسی صحبت بکنه؟
لاقل بگی که آقا اینا این خوبی رو دارن. شما هیچ گونه خوبی ندارین اصلا. ملت واقعا به اینجاش رسیده ملت. من نمیدونم چرا این ملت پا نمیشه در این عصر، نمیفهمم واقعا، هیچ کس نمیفهم اصلا. شاید میگه اینا وحشی هن، نمیدونم میکشن فلانه، ولی باور بکنین ملت ایران، باور بکنین اگه یک بار شما یک بار دست به دست هم بدین، اتحاد بخرج بدین، 50 میلیون 70 میلیون آدم بیاین بیرون، اینا فرار میکنن میرن، شما آزاد میشین بدون هیچ خونریزی، بدون هیچ درگیری، فقط پاتون یه قدم بذارین به خیابون، همین، نه درگیر بشین، نه نمیدونم داد و فریاد بکنین به عنوان که ما آقا شما رو نمیخوایم اومدیم تو خیابون، همین. ولی ما ملت ایران هم دست نیستیم، ما ملت ایران هم بستگی ایجاد نمی کنیم. ما الان مجبوریم اینجا هم دیگه پاچه هم دیگه رو داریم میگیریم، ما داریم هم دیگه رو. وقتی روحانی میاد میگه ما اونجا اقتصاد ما بالا رفته، از هیچ چی خبر نداره، دولت بی اختیار بی اختیار بی اختیاره، مردم تو ظرف آشغالا دارن غذا پیدا میکنن میخورن، کارمند حقوق نداره، مرد خجالت زده شرمنده خانواده شه، نمیتونه نقل نانی بیاره برای خانوادش، بچه ها، پسر بچه ها، دختر بچه ها تحصیل کرده، دکترا دارن، رانندگی دارن میکنن، میوه فروشی میکنن، خجالت میکشن دستشون دراز بکنن بگن بابا مثلا 10 تا پول به ما بدی، 2 تومن پول بدی به ما، مجبورم بره رانندگی بکنه، بره میوه بفروشه. دو تا آقا این بنده خدا رفته دکترا گرفته، بابا کجای کشور از تو بری یه دانشجو بره دکترا بگیره، فوق لیسانس بگیره، بیکار باشه؟ کدوم کشور اینجوریه؟ افغانستانی که این همه جنگ زده اصلا داره پیشرفت میکنه بابا. آقا درد دل یکی دوتا که نیست که، باور بکنین شما یه حرکت بکنین خدا پشتیبانتونه، خدا داره میبینه این جنایتکاراره، و نگین که خدا چرا اینا رو نابود نمیکنه، به موقعش خدا اینا رو نابود میکنه. ولی انسان آزاد آفریده شده، آزاد، خدا اجبار نمیکنه، زور نمیگه به کسی. اگه تو رای یه رای برات میذاره، رای خوب، میگه آقا این راه رو بری به نفعت، در زندگی شادابی، در زندگی سالمی، آرامش داری، این راه رو برو. وقتی نمیری خدا نمیزنه تو سرت، اون خدای اسلامه که میزنه تو سر هم دیگه همه، اون خدای اسلامه که میخواد همه رو نابود بکنه، اون خدای اسلامه که میخواد سر بتن هیچ کدومتون نباشه، همه هم میگه میریم به جهنم. در سوره 71 مریم همه میگه میرین جهنم. اون خدای اسلامه که میخواد شما رو نابود بکنه. بابا یه بار هم بشینین یک بار تفتیش عقاید بکنین، یک بار تفتیش بکنین افکارتونو، یک بار بشینین یه ذره. نمیدونم من واقعا نمیدونم، من نمیتونم براتون تکلیف تعیین بکنم آقا بیش چیکار بکن چیکار، ولی خودتون بشینین یه لحظه فکر بکنین که آقا این دولتی که میداریم، این کشور رو به این خوبی دادیم به دست این جنایتکارا. بابا یه این دیگه الان عصر تکنولوژی، یه تلفن دارین همه به هم خبر بدین آقا در روز فلانی همه 70 میلیون آدم بیاین بیرون به عنوان اعتراض، آقا ما شما رو نمیخوایم، همین. همینج چوری میزنین هشتگ نه به جمهوری اسلامی، همه میزنن نه نه نه. یک دونه از اینا بدیم خودتون. الان رهبریت هم تو ایران هم هست، فکر نکنین رهبر ندارین، رهبر هم هست تو ایران. نمیدونم واقعا آدم دلم میخواد که کشورم مردمای سربلند باشن، سرافراز باشن، واقعا دلم میخواد که مردم ایران آزاد باشن. ولی چایاتونو وردارین مثل من داشته باشین، بشینین
بعد از این کلام خداوند، کلام شیرین خداوند براتون میخونم که ببین خداوند چقدر درس میده با ما. یک سرود روحانی گوش بدیم، برگردیم به شما عزیزان. میخونم فقط تنها عشقا میساز، مسیحا چقدر پاک و بیدهاست، پناهم تو هستی، توی قوتم مسیح جان من، عشق من ثروتم. توی دنیا ما دور از آرامشی، نباید که آلوده این بشیم، باید پر بشیم ما ز روح مسیح، مبادا که بی لمس اون گم بشیم. تو دنیا فقط درد هست و گناه، توی شادی آشام میبینی خطا، خدایا فقط عشق تو کامله، بنازم به این عشق بی انتها. خدایا فقط عشق تو کامله، به نازم به این عشق پاکت بابا. عزیز ایران، امیدوارم که هر جای دنیا هستین، نشستین، دارین برنامه های ما رو گوش میدین و از کلام خدا میخوام براتون بخونم که کلام خدا رای زندگی ماست. واقعا وقتی کلام شیرین خدا رو میخونی و میبینی که خدای حقیقی اون خدایی نیست که اسلام به ما معرفی کرده که همش میزنه تو سر ما، همش باید بزنیم تو سرمون، همیشه باید گریه و زاری بکنیم، خاک بریزیم تو سر ما، نمیدونم مرده رو پرستش بکنیم، نمیدونم زنجیر و غمه بزنیم سر کله ما رو خونی و مالی بکنیم. این خدا خدای محبت، خدای عشق، خدای رحمت، خدای پرفیض، خدای شادی هاست. این یک بابا رو میمونه، بابا و مامان چجوری هن خانواده. تو میری پیش بابا و مامان، بابا و مامانش میخواد که فرزندانش شاد باشه. خیلی آدم دوست داره بیاد ایران، ولی مردم ایرانه که وقتی در غم و غصه و گرفتاری میبینه آدم ناراحت میشه، قلب آدم درد میاد. دوست دارم این باری که بیام ایران مردمم خودم رو تو ایران شاد ببینم، مردم غصه دار نبینم، ملت ایران ببینم شاد باشه که از شادی اونا من قلبم شادی بکنه. حقیقتا دوست دارم ملت من در شادی باشه،
نبیام ببینم ملت من در عذابه و نادانسته خاک به سر میریزه، غمه به سر میزنه، زنجیر تو پشتش میزنه و مرده پرستی میکنه. نادانسته در اشتباست. بریم انجیل و مقدس توی سایدای مسیحی یا اصلا توی همین گوگل فقط بنویسین، کتاب مقدس براتون میاد، فارسی بخونین ببینید چه آرامشی میگیرین. و اینم فکر نکنین شما که دارین دین عوض میکنین، اصلا همچی چیزی نیست. شما دین عوض نمیکنین، شما خدای زنده رو پیدا میکنین، شما دنبال اون خدای زنده هستین، میگدین اون خدا رو پیدا بکنین، ولی نمیدونین چجوری خدا رو پیدا بکنین. کتاب مقدس به شما نشون میده این خدای زنده رو، خدای حقیقی رو به شما نشون میده که در زندگی این کتاب رو بخونین، خدای زنده رو پیدا بکنین، اون خانواده فامیلی، اون بابای اصیل رو پیدا بکنین و این با این بابا راز نیاز بکنین، درد دل بکنین، باهاش شادی بکنین، با این بابا گریه بکنین که این بابا اشکاتون رو با دستش پاک کنه، ناز و نوازشتون بکنه. نه بابایی، نه اون خدای اسلام که میزنه تو سر کلت، میگه اگه پا تو نمیدونم با چپ، اگه بری مسترا با راست بری مسترا، نمیدونم اینجا باید بزنه تو سرت، نمیدونم اگه یک مردر پرستش اگه نکنی بزنه تو سرت. اون با اون خدا نیست. خدایی که برای پیغمبرش فقط برای سکسش هی دقیقه به دقیقه برایش آیه صادر میکنه، اون خدا نیست. این کتاب به شما اون خدای اصلی رو که دنبالش میگردین و میگین ای خدا تو کجایی، ما دنبالت میگردیم ای خداوند، این همون خدا رو به شما معرفی میکنه که دیگه دنبالش نگردین، در این کتاب پیدا بکنین اون خدای زنده رو، باهاش حال بکنین، با این خداوند، با این بابای آسمانی حال بکنین. در ناراحتیاتون اینجوری میسه که تو با رفیقت داری صحبت میکنی، با همونجوری با رفیقت صحبت میکنی، با همین بابا، با همین خدا صحبت بکن. ببین میشینه گوش میده، راه رو برات باز میکنه، گره های زندگی تو باز میکنه. اگه راه خطا نری، اگه راه خطا بری، هیچ کاری باید نداره، چون با گناه هیچ میانه ای نداره. این غیر از خدای اسلامه که با گناه میانه داره، اون اصلا با گناه اصلا پیوند خورده، اصلا عشقش با گناه است. نمیدونی میگه فحشا صیغه بکنین حلاله، نمیدونم اینا همه اون خدا، مال اون خداست. خدای اصلی این نیست. اینی که بابات مثلا بهت میگه ببین پسر یا دخترم از این راه داری میری، این راه رو برو، زندگی اینجوریه، به این تو راهنمایی میکنه، وقتی تو راه کج میری باد نمیاد، میگه تو داری راه کج میری، یا من باد نمیام، این راه رو من باد هیچ نمیام، از تو جدا میشم. اینجا فاصله پیدا میکنی با خدا، با اون بابات فاصله پیدا میکنی، چون دوست نداره که فرزندش ببینه در گناه، در نمیدونم بدبختی و بیچارگیه. اینه. حالا من میخونم این کتابو، شما این بابا رو میشناسین. از عبرانیان 13 باید براتون میخونم که پولس نوشته برای ما توی این کتاب، که براتون میخونم. میگه محبت را در میان خود ادامه دهید، به خصوص به این مسیحا، میگه که به مسیح ایمان آوردن و محبت شناختن، محبت مسیح رو چشیدن. میگه محبت در میان خود ادامه بدین، هم در میان خود هم در میان مردم محبت رو به مردم نشون بدین، بگین که این خدا خدای محبته. میگه فراموش نکنید با غریبه ها مهربان باشید، نه مثل جمهوری اسلامی که دوست داره همیشه انگولک بکنه این همسایه های ما رو، نمیدونم اسرائیل بزنه، عربستان بزنه، نمیدونم چی از
دوبه ای بزنه، دوست داره همش با اینا رو بزنه. میگه آقا با غریبه ها مهربان باشید. مثلا شما اگه یک غریبه دیدین، یک نفر دیدین که بهش کمک میکنین، همون لحظه این خدا با شما پیش شماست که اگه به اون کمک بونی میگه انگار به من کمک کردین. وقتی دست یه نفر میگیری میگه انگار به من کمک کردین. و از ایشان پذیرایی کنید، زیرا بعضی با این کار بی آنکه خودشان متوجه باشند از فرشته ها پذیرایی کردن. میگه وقتی شما این پذیرایی میکنید با این وضع که نمیدونین، انگار با از فرشته های خداوند پذیرایی کردین. میگه زندانی ها را از یاد نبرید. الان چقدر آدم های بیگناه تو این زندانن. مثلا آدمی که به مسیح ایمان آورده تو زندانه، آدمی که یه گل پخش میکنه یه دختر میره 10 سال زندانی میگیره، آدمی که یه کلمه صحبت میکنه میره زندان. میگه با اینا همدردی بکنین، اینا رو فراموش نکنین. نگین که خانواده من نیست، رفتن تو زندان ولش کن. میگه زندانی ها را از یاد نبرید، با ایشان طوری همدردی نمایید که گویا خودتان نیز در زندان هستید. اون کسی که برای شما مبارزه میکنه، اون کسی که میاد یه دختری میاد پارچه سفید و میره روی سکون نشون میده از سرش برمیداره، برای شما داره این کار میکنه که همه شما آزاد بشین. میگه فکر بکنین خودتون در زندان هستید. اون که برای شما رفته، شما خودتون رو جای اون بذارین. ببین چقدر زجر میکشن تو این رژیم زعاق، ببین چقدر زجر میکشن، چقدر شکنجه میشن به خاطر که آزادی رو برای به شما ارمغان بیارن، برای به دودستی تقدیم شما ملت ایران بکنن. در غم و رنج مظلومان شریک باشید، زیرا خودتان میدانید که ایشان در چی حالی هستند و چی میکشند. میگه با این مظلومان، همینی که الان گفتم، وقتی مردم وضعشون خرابه، توی آشغال دارن نون پیدا میکنن میخورن، یا بدبخت شدن، نمیدونم این رژیم نابودشون کرد، میگه با اینا همدردی بکنین، کمکشون بکنین. اگه دستتون میرسه حقیقتا کمکشون بکنین. دعوا نگیریم با هم، همینا رو کمک بکنین. این بنده خدایی که اینا میرن مثلا توی آشغالا غذا دارن پیدا میکنن، وضعشون خرابه، میگه با اینا همدردی بکنین، کمکشون بکنین. میگه به ازدواج خود و به عهد پیمانی که بستید وفادار باشید و پیوند زناشوییتان را از آلودگی دور نگه دارید، زیرا خدا افراد فاسد و زناکار را حتما مجازات خواهد کرد. این سیغایی که میکنن یا دختر پسرایی که با هم توی ایران، الان هیچ جای دنیا مثل ایران نیست، ایران از همه جلو زده، دختر پسرها با هم بدونی که ازدواج بکنن با هم زندگی میکنن. میگه ازدواجتون حفظ بکنین، با هم دیگه خیانت نکنین، زن به مرد، مرد به زن، پدر خانواده به خانواده خودش. میگه ازدواجتون رو واقعا احترام بذارین به این ازدواج خودتون. یه مرد و یه زن که خدا شما رو برای همدیگر آفریده و با هم ازدواج کردین، در دو نفر یه نفر هستین، در یک بدنین، میگه قدر همدیگه رو بدونین، احترام بذارین به ازدواجتون، خیانت نکنین، نرین زنا بکنین. مثلا مرده زن 7 روز نمیتونین ارضا بکنه، میره مثلا زن دیگه پیدا میکنه، یا صیغه میکنه، یا فلان میکنه. بابا یه دفعه دیدی زن مثلا ناراحت نمیتونه، یه دفعه دیدی مرد ناراحت نمیتونه، با همدیگه کنار بیاین.
برای یک شب خوابیدن که اگه من امشب چرا با من گفتی من حالت خرابه امشب باید نخوابم، من میرم یه سیغی میکنم یه نفر دیگره، الان میرم پیش یه نفر دیگه میخوابم. میگه به ازدواجتون میگه لطمه میخوره، احترام بذاریم به ازدواجتون. ازدواج یک امر مقدس الهیه. خدا دو نفر یه زن و مرد ازدواج میکنن، خداوند احترام میذاره به ازدواج شما. به هم خیانت نکنید. میگه از پول دوستی بپریزید و با آنچه دارید قانع باشید، زیرا خدا فرموده است شما را هرگز تنها نخواهم گذارد و ترک نخواهم نمود. وقتی تو این خدای زنده رو پیدا بکنی، با این خدا را بری، این خدا نمیذاره یک روز تو بی روزی باشی، نمیذاره یک روز تو در زندگی گرسنه باشی. این مقامات جمهوری اسلامی دیدی، این آدمایی که اینقدر پول دوست شدن، پولا رو میدزدن میبرن تو یخچالا، ستا یخچال پر میکنن میبرن تو دبی، یا کامیون میزنن توی مرز ترکیه میگیرن. پولای ملت همینجوری هر روز میلیاردها دلار دارن میدوزن میبرن. میگه پول دوستی شما رو به جایی نمیرسونه، پول زندگی شما رو عوض، شخصیتتون نمیتونه عوض بکنه. پول تا جایی خوبه که یک رفاه نسبی در زندگی داشته باشی، نه اینکه من برم مال همه رو بدزدم بگم این پول فقط برای من باشه، هر روز میلیاردها یا میلیونها دلار بدزدم. من مگه چقدر میخورم چی یه ماشین و یه خونه خوب و یه دونه زندگی خوب داشته باشم، چقدر میخوام مگه؟ اینقدر حرص طمع برای این پول و این دنیا نزنین. دنیایی که 10 دقیقه دیگرش، 2 دقیقه دیگه، 1 ثانیه دیگرش نمیدونی تو زنده هستی یا نه. هیچ تضمینی بهت نداده این وقت که چی موقع این وقت تموم میشه. تو هی میدزدی، یه پول دوستی میکنی، بعدا 10 دقیقه دیگه سکته میکنی میری. این پولا رو دزدیدی، چی جواب باید بدی اون بر؟ پولا رو دزدیدی، مردم بر علیه خودت کردی، مردم نفرت زده هستن با تو، چی فایده داره؟ خودت هم مردی رفتی. آیا ارزش داره واقعا؟ واقعا ارزش داره که من سر یه نفر کلا بذارم، پول یه نفر بخورم، نامردی بکنم، زندگی یه نفر خراب بکنم به خاطری که خودم 2000 پول بیشتر در بیارم؟ مال دنیا برای کی بفا کرد تو این دنیا؟ خودتون تجربه دارین، دارین میبینین مال کدوم مال دنیا پول برای کسی بفا کرد. من خانواده ای تو ایران میشناختم زمان شاه، اینا از صفر بودن یه دفعه به پول رسیدن، رفتن کارخونه باز کردن، بیزنس زدن، به پول رسیدن. بعدن اینا وقتی به پول رسیدن، او یکی ماشین من نمیدونم آخرین مدیر، او یکی فلان کار کرد، او یکی دیگه هیچ کس آدم نمیدونست. خدا این کارا رو با شما نمیکنه، خودتون با خودتون میکنین. همشون یه دونه نابود شدن، مردن. پدر جوانی مرد، پسر جوانی مرد، 2 تا پسرش مرد، دخترش نابود شد. اینو خدا باهاتون نمیکنه، خودتون با دست خودتون این کارا رو با خودتون میکنی. فکر میکنی که دنیا اینقدر ارزش داره که من بخوام سر همه رو کلا بذارم؟ باور بکنی ارزش نداره. وقتی این خدای زنده رو میشناسین، میفهمین که دنیا اصلا چیست و شما برای چی اومده اینجا در زندگی میکنی. شما یه پاسپورتی دستتونه، پاسپورت، شما میخواییم ویزا بگیریم برای اون دنیا. اگه کارهای خوب کردین ویزاتونو میگیرین، اگه نکردین که خدا بکنه که همه تون ویزا بگیرین، تون بهشت خدا جا داشته باشین. اینقدر جا هست که همه بیاییم پیش خداوند، نریم به جهنم، اونطوری که اسلام به شما میگه، در قرآن به شما میگه همه شما میریم به جهنم. پیامبری که خودش داشت میمرد نمیدونست به کجا میره، اگه اعمالش خوب بود میگفت به کجا میره دیگه.
منی که یک آدم عادی ام، پیامبر خدا نیستم، یه خادم کوچیک خداوندم. وقتی خدا تو این کتابش به من قول داده که بهشت برای من مهیا کرده، اونجا جا برای من مهیا کرده، من میدونم به کجا میرم. بعد اون که پیام آور بود چطور نمیدونست کجا میره؟ بس پیام آور نبود دیگه عزیز من، بس پیغمبر واقعا نبود. اگه بود میدونست کجا میره. من خادم کوچیک الان که خداوند به من قول داد میدونم کجا میرم، میدونم میرم به بهشتش، چون خودش قول داده که اینجا اعمالم خوب باشه با خودش را برم. وقتی با این پدر را برم، هر جا که خودش میره منم برم باش، باشم در همون جایی که هست میرم پیشش. بنابراین با اطمینان کامل و با جرأت تمام میتوانیم بگوییم خداوند گره گشای یاور من است. وقتی به این خداوند ایمان میاری، با اطمینان کامل میتونی بگی که خداوند گره گشای زندگی منه، خداوند رهبر زندگی منه، خداوند پادشاه زندگی منه. آن کسی که من آفرید و من گفت بیا اینجوری را برو اینجوری را برو، اونم روزی من میرسونه، اونم گره از مشکلاتم باز میکنه، چون قول این خداوند قوله. خودش اومد توی جسم، روی خدا اومد توی جسم، برای گناهان من تو روی صلیب رفت، خونش ریخت که گناهای من پاک بونه، خودش قربانی کرد. این خداوندی که قولایی که میده میدونم، چون خودش قربانی کرد، ثابت کرد که به من که من رهبرم، که میتونم جانم برای تو دادم و حرفایی که میزنم حقیقته و جار اونجا برات باز میکنم. به این میشه اطمینان کرد، نه به کسی که میگه من پیامبرم، بعد داره میمیری میگه کجا میری، میگه من نمیدونم. پس از انسان خاکی ترسی ندارم، او چه میتواند با من بکند؟ وقتی خدا با من است، انسان خاکی چی میتونه با من بکنه؟ خدایی که همه ما قبول داریم که قادر مطلقه، وقتی پشتیبان من خداست، از کی باید بترسم؟ از کدوم انسان بترسم؟ آخرش که این جونه دارم از دست بدم، میدونم که چشممو پیش خدا باز میکنم، این جون بالاخره میره، بالاخره بعد از چند سال، 70 سال 80 سال، بعضی حالا به 100 سال، بالاخره میمیره، میره به خاک پوسیده، از بین میره. اون جسم اصلی که خداوند به من میده اصلی اونه. معلمین خود را که کلام خدا را به شما تعلیم دادن و شما را در خصوص امور روحانی راهنمایی کردن، اینه به کشیشان، به این خادمین کوچیک یا شاگردایی که به مسیح ایمان آورده داره میگه. کشیشانی که به شما درس میدن، معلم شما هستن، شما را راهنمایی میکنن، به اینا میگه در خصوص امور روحانی راهنمایی کردن به یاد داشته باشید، قدرشون رو بدونین. اینایی که شما رو از گناه و از گرفتاری ها بیرون میارن و دست شما رو میذارن تو دست خداوند زنده، قدر اینا رو بدونین. تا یه چیزی به شما گفت ناراحت نشین، همون لحظه برگردیم بگیم بابا این کشیش دیگه کیه؟ بابا رفیق اون کسی است که آدم بگریاند نه بخنداند. بدی منه به من بگه، اشتباهی منه به من بگه. کسی که اشتباهی منه به من میگه، منه دوست داره. البته بعضی ها هستن که میخوان اشتباهی کسی رو بگن، میخوان اونو خورد بکنن، این کار میکنن، ولی اونا خیلی تعداد کمن. ولی معلمین کشیشان میخوان که شاگردایی که زیر دستشونه، میخوان که با افتخار دستشونه بیزارن تو دست خداوند.
دستشون رو بذارن تو دست عیسی مسیح که زندگی سالمی داشته باشن، بعد از این زندگیشون با آرامش خداوند پیش بره. درباره عاقبت کار زندگیشان فکر کنید و بکوشید مانند آنان ایمانی راسخ داشته باشید. همینایی که الان بهتون گفتم. با اونا مهربان باشید. اگه یه چیزی بهتون میگن ناراحت نباشید. شما رو دارن راهنمایی میکنن. میخوان که زندگی خوبی داشته باشید. در زندگی همیشه ناراحت نباشید. عیسی مسیح امروز نیز همان است که دیروز بود و هرگز تغییر نخواهد کرد. عیسی مسیح وقتی 2000 سال پیش اومد معجزات کرد، تعلیم داد، امروز همانه. دیروز امروز و فردا همونه عیسی مسیح. تغییری نمیکنه عیسی مسیح. وقتی بهش ایمان میاری تازه زندگی رو میفهمی، میخوای متوجه بشی که اونایی که به عیسی مسیح ایمان میارن زندگیشون عوض میشه. تلفونایی که میزنن از ایران شما گوش بکنید به این تلویزیونای مسیحی، زنگ میزنن شهادت میدن به شما، میگن ما به عیسی مسیح ایمان آوردیم، زندگی ما چی شد؟ و فکر منفی رو از خودتون بذاریم بیرون. کسی که تلفن میکنه اینا همه علکیه. نه عزیزم، اینا همه حقیقته. مردم از راه دور هستن، من که اینجا هستم اینا فرض زنگ میزنه، من نمیدونم از کجا داره زنگ میزنه. که اون کوردات ایران از شهرستان ایران زنگ میزنه، میگه آقا من به عیسی مسیح ایمان آوردم، زندگیم اینجوری شد، من آرامش نداشتم، عصبی بودم، الان آرامش پیدا کردم، کار نداشتم، به نام عیسی مسیح دعا کردم، کار پیدا کردم، نمیدونم وضع مالیم خراب بود، دعا کردم وضعم خوب شد، تازه فهمیدم 10-1 میدم، الان درآمدی که دارم 10% از درآمدم 10-1 میدم. وقتی 10-1 میدم زندگیم اصلا عوض میشه. خودشون اعتراف میکنن، خودشون تلفن میکنن به این تلویزیون ها. پس فریفته عقاید جدید و عجیب و غریب نشوید. نیروی روحانی عطیه فیضی است از جانب خدا، وگرنه با رایت رسوم مذهبی مربوط به خوردن یا نخوردن برخی خوراک ها کسی روحان تقویت نمی شود. اینو بخورم نجیسه، اونو نخورم نمیدونم، او یکی رو بخورم حلاله، این از نظر روحانی تو رو پیش نمیبره. برای اینکه چیز خوردنی میره تو معده دفع میشه. عیسی مسیح میگه فکر شما باعثی خوب باشه. وقتی فکرهای نادرست داشته باشین اون موقع نجسین. فکرت باید تمیز باشه، ولی چیز خوراکی رو میخوری دفع میشه. هیچ چیز خوراکی تو رو نجس نمیکنه. این حلاله، اون حرامه، اون فلانه، نه. قربانگاه ما صلیب است که بر روی آن مسیح جان خود را در راه ما قربانی کرد. آنانی که میکوشن با اطاعت از تشریفات ظاهری مذهب نجات پیدا کنند، میگه ما باید به صلیب عیسی مسیح نگاه بکنیم که عیسی مسیح روی صلیب رفت، برای گناهان ما قربانی شد، که ما دیگه خروس و شتر و گوسفند و گاو دیگه سر نبریم، چون خود خداوند برای ما قربانی شد، خونش ریخت تا گناه من تو پاک بشه. میگه که با اطاعت و تشریفات ظاهری مذهب شما نجات پیدا نمیکنین. آقا امروز من بایستی مثلا 5 بار نماز بخونم رو به یک طرف تا خدا قبول بکنه، امروز من باید دعا بکنم برم نمیدونم یه طرف بشینم در ساعت معین دعا بکنم، یا دارم میرم تو مسترا پای چپمو میذارم یا پای راستمو میذارم. اینا میگه شما این با این تشریفات مذهبی نمیتونین از نظر روحانی قوی بشین یا به خدا برسین.
میگه که عیسی مسیح قربانی شد برای ما، خودش قربانی شد، خونش ریخت تا گناه من تو پاک بشه. از تشریفات ظاهری مذهب نجات پیدا کنم و هرگز بره از صلیب مسیح نخواهم برد. وقتی تو میری اینور اونور نگاه مثلا مذهبی میخوای، این قانون زمینی میمونه، سه تا قانون داره، شما دو تا از این قانونهای رانندگی یا قانون دیگر رو بشکنین تمام قانون شکندین، جریمه دارین. وقتی صلیب عیسی مسیح رو قبول میکنی و قربانی شدن عیسی مسیح برای گناهان تو رو قبول میکنی، دیگه این تشریفات مذهبی دیگه کاری به این تشریفات مذهبی نداری، دیگه آدم مذهبی نیستی، یک آدم عادی که با خدا با باباش داره راه میره. میگی طبق شریعت یهود اون موقع میگفت کاهن اعظم خون حیوانات و قربانی را برای کفاره گناهان به مقدس‌ترین جایگاه میبرد و بعد لاشه حیوانات بیرون شهر میسوزاند. به همین ترتیب میگه اون موقع کاهنین یا یه نفر میرفته مثلا خون در جای مقدس قربانی میکردن، لاشش هم در بیرون مثلا میسوزاندن. اینا تشریفات مذهبی بود. به همین ترتیب مسیح نیز برای آنان آنکه گناهان ما را بشوید بیرون از شهر عذاب کشید و مرد. در 3 سالی که عیسی مسیح اومد تعلیم داد و به دست همین کاهنین و رومیا افتاد، بعد روی صلیب رفت، به خاطر من و تو کشته شد و بعد 3 روز قیام کرد. برای من و تو بود که ما دیگه قربانی نکنیم. پس بیایید ما نیز از شهر خارج شده دیوارهای هوای هوس این دنیا را پشت سر بگذاریم و به سوی او برویم و مانند او ننگ و آر را بر دوش کشیم، زیرا این دنیا خانه دائمی ما نیست و ما انتظار میکشیم تا به خانه ابدی خود در آسمان برسیم. در دقیقه پیش هم گفتم اینجا خانه ما نیست، این عمر ما کوتاست، این جان ما میره، سریع هم میره، نوشته وقت تمام شد، اینقدر هم داره فلاش میزنه که دیگه اصلا حواس من پرت شده. میگه وقت تمام شد، هی فلاش هم داره میزنه، آقا جان یه دقیقه دیگه ما فرصت دیدی الان میریم. برحال ما اینجا خونه ما نیست، با تشریفات مذهبی اینا هیچ چیزی انجام نمیشه. خانه ما در آسمان، پاسپورت ما رو داریم، یک ویزا میخوایم اینجا بزنیم روش بریم با آسمان که پیش خداوند زندگی بکنیم، حال بکنیم با این خداوند. توی زمین هم هستیم داریم حال میکنیم، خدایی که فقط داری باش را میری، هیچ ببند بگیرم نداره برات. میخوای یه لیوان شراب بخوری؟ برو شرابتو بخور، ولی مست شراب میگی نشو، مست اون چیزایی که میخوری نشو که از خود بی خود بشی. میخوای جشن بگیری؟ جشن بگیر، رقص بکن، شادی بکن. خدا خدای شادی هاست، نه خدای عذاب و غم که بزنی تو سرت، غمه بزنی، خون آلود بکنی، خاک بریزی تو سرت. نه، خدا خدای شادی است، میگه شاد در من زندگی بکن. آنجا که روی خداوند است آنجا شادی است. به هر حال وقت ما تموم شده، شما رو به خداوند میسپرم تا هفته دیگر. بدرود، تا درود دیگر. مرسی که برنامه های ما رو نگاه کردین و ما رو سپورت بکنین. مرسی.